جنازه نور تبارف وزیر پیشین فرهنگ تاجیکستان در مسجد جامعه سری آسیای دوشنبه برگزار شد. او شب گذشته در سن 81 سالگی درگذشت. نور تبارف سالها همچون روزنامه‌نگار و درامانویس و خادم سیاسی و فرهنگی کار کرد. سالهای اخیر بازنشسته بود. نور محمد تبارف با اون گروه جوانان تاجیک داخل می شوند که زمانی به عرصه فرهنگ آمدن آنها را ما زمان تلایی نستی نوی تاجیک حساب می کنیم. جوان های اولی سال های 60 در این گروه در بین آنها ادیب ها، پوبلیسیست ها، هنرمندان بسیاری بودند. نور محمد تبارف یکی از آنها است. وای واقعا یک شخص سیاسی، یک شخص فرهنگی، یک شخص ایجادکار، یک شخص دانا و توانا بود. نام نور تبارف سال 90 در حادثه های موسوم با بهمن ماه خونین در برابر بوری کریموف مذهب شو محبت شو هم پیوند داده می شود. اما بارها آنها اظهار داشتند که می خواستند برای رفع بحران آن وقت پیش آمده کمک کنند. او که نامش در حادثه های بهمن ماه خونین گره خورده بود، بعد از 30 سال در یک مصاحبه اختصاصی با رادیوی آزادی چنین گفته بود: طلبات زمان ایام من بود که به هر حال همه تقدیر انسان به حزب وابستگی داشت. همسفر عبدالله هم گفت که چی عذر میخواه، این حیات این حزب موقتی است، میگذرد میرد. واقعا هم همه خیر شد، دیدم که دنیا تغییر یافت، دیگرگون شدن گرفت و حاجت عذر خواستنم نبود. از نور تبارف همچون یک نفری سختگیر و تشبسکار نام میبرند که محض در دوره وزیری او جشنواره تئاتری پرستو و نوروز به میان آمد که به واسطه در آن سهم داشت. فعالیت کاری نور تبارف در دو سمت روانه شده بود. یکی سیاست که رهبر شعبه فرهنگ حزب کمونیستی وقت وزیر فرهنگ و وکیل شورای عالی تاجیکستان را به عهده داشت و دیگر فعالیت ایجادی. در سمت فعالیت ایجادی نور تبارف همچون روزنامه‌نگار، نویسنده و دراماتورگ کارهای زیادی را انجام داد. در وقتی وزیری همین بعد نسبت حرکت میکردن که هیچ افتخار ملی مو اثرهایی که به صحنه گذاشته شود، اثرهایی که به تئاتر، به کینو فیلم و به چیزا داده میشد، در را هیچ افتخار ملی مدنیت قدیمه تاجیکان روی حیات مردم تاجیک رو نشان دادنش همین کوشش میکردن. خیلی نور تبارف فعالیت ژورنالیستی خود را در روزنامه کمسمول تاجیکستان آغاز کرده، بعداً به حیث خبرنگار مخصوص کمسمولسکای پراودا در تاجیکستان، نوید بازرگان سرمحرر مجله پامیر کار کرده است. محققان اوج فعالیت خبرنگاری نور تبارف را هنگام کار در روزنامه تاجیکستانی سویتی می دانند. او مؤلف چندین مجموعه حکایه و نمایشنامه و اوچرک و مقاله ها، از جمله واگن آخرین، ترس، پیام زردوشت، سوراب ها، شکست تشنگی، چشمان برادری قیامتی و در چهارسو است.